یه آیه‌ای در کتاب مقدس هست که بعضی وقتا ما ایمانداران زیاد باش حال نمی کنیم. اصلا شاکی هستیم که چرا این گفته شده. میدونی چی میگه یعقوب؟ میگه برادران من، وقتی که در آزمایش‌های گوناگون مبتلا شدید، کمال خوشی دارید. جالب چیه؟ اولا آزمایش ها، نه یه آزمایش، یعنی انقدر زیاده، تمام نشدنیه، هر روز میتونه باشه. دومش چیه؟ گوناگون. یه روز اینه، یه روز اونه، یه روز اینه، یه روز اونه، متفاوته. ولی چقدر عجیبه که میگه کمال خوشی دانید. آخه من چرا باید تو آزمایش ها شاد باشم؟ چرا وقتی تو مشکلم شاد باشم؟ میدونید دلیل چیه؟ همه اون آزمایش ها، همه اون تنوع گوناگون آزمایش ها فقط برای یک مطلبه، که خدا در زندگی رو دخالت بکنه، زندگی تو رو تبدیل بکنه. برای اون مطلبه که خدا جلوه خودش رو، محبت خودش رو، معجزه خودش رو به تو نشون بده. به عنوان مثال، اگه همه چیز عالی باشه، به هر چی دست بزنیم تبدیل به طلا باشه، هیچ مشکلی تو زندگیمون نباشه، آیا نیاز به دعا هست؟ آیا نیاز به طلبیدن روی خدا هست؟ ولی وقتی مشکلات میاد، فریاد میزنی، خدا را میخوانی و اون مشکل با دخالت الهی تبدیل به معجزه بشه. مثال بزنیم، قوم رسیدن جلوی دریای سرخ، پشت سر فرعون داره با لشکراش حمله میکنه، چیکار باید بکنن؟ فریاد فریاد. خدا عمدن ایجاد کرد برای اینکه معجزه بکنه، دریا را بشکافه. در زندگی تو اگر هر روز آزمایش هایی هست و گوناگونه، کلام خدا میگه فرصتی است تا خدا تو رو ملاقات کنه، فرصتی است تا اون معجزه تبدیل الهی را نشون بده و بتونی بگی جلال بر نام مسیح. اگر هیچ مشکلی نداری، من میخوام بگم که نه خدا با تو کار داره، نه شیطان با تو کار داره، در خواب هستی. ولی اگر مشکلات هست، یعنی خدا برای تو نقشه‌ای داره، دشمن حمله میکنه. مشکلات هست، یعنی خدا رویایی برای تو داره و دشمن داره مانع ایجاد میکنه. و این مانع ها برای اینه که تو با ایمان بپری، بجهی و این کمال خوشی در تو رشد، بالندگی و شباهت عیسی مسیح را ایجاد کنه. پس تجربه ها گوناگونه، خوشحال باش، خدا برای تو نقشه داره و با تو و برای تو میایستد.